گزارش امشب شما را خوش آمدید میگم. با نام و یاد خداوند. بازداشت هماین افغان توسط نیروهای استخبارات طالبان از شهر کابل. خبر مهمی که همین اکنون در شبکات مجازی دست به دست می شود بیانگر آن است که نیروهای استخبارات طالبان امروز ساعت 4 بعد از ظهر هماین افغان یوتیوبر موفق و نام آشنا را از شهر کابل بازداشت کرده و به جای نامعلوم انتقال داده است. بعضی منابع از کابل می گویند که قبل از آن که آقای هماین به ثبت برنامه اش آغاز کند، در ابتدا مورد بازجویی قرار می گیرد و بعد از آن همراه با تیم کاریش بازداشت می شوند. باید افزود هماین افغان که در کانال یوتیوبش گزارش های شهری را نشر می کند، برای برنامه های رمضانی از خارج افغانستان به افغانستان بازگشته بود و از ابتدا ماه مبارک رمضان برنامه های رمضانیش را ثبت و نشر می کرد. با این حال این اولین باری نیست که جوانان، فعالان و یوتیوبران توسط نیروهای طالبان بازداشت می شوند. باید افزود که این خبر توسط اقارب آقای هماین افغان و یا کدام منابع بزرگ خبری تایید و یا تکذیب نشده است. باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا این خبر صحت دارد و خیر. اگر جزئیات بیشتر این خبر به دست ما برسد، در زودترین فرصت برای شما خوبان نشر خواهیم کرد. ای خب من اما اینجا نشانی شخ دادین، ولی من قدر زیاد که دوستایی که مثلا میاین از اونجا یه چیز نایف هم خوب نال نام شم بگو که مورم ببینم صحیح که پایش چر کس یا چر اینجا مستقیم و بیاب میشه. که از برنامه مرا در 6-7 سال بیننده هستن، شاید همه شک بکنن که من در مورد کی گپ میزنم و این من باور دارم که یک روز امرای خودتان برابر میشه. از این که دیگه نشانی بالا نیست هیچ. خو میگه آریان سعید. نه آریان سعید نیست. آریان سعید نیست دیگه. شما خودتان گیس کنین که کیره همو اینجا هم گفته باز به ما موال بدین دیگه. میخواستم که اتون یک چند کلمه گپ بزنم. آمدم بالا گفتم که باش خدایا من میتونم گپ بزنم یا نه، خدا میدونه چقدر تعداد دوستا زیاد باشه اینجا. باز دیگه دیدم اینه مر بالا آوردین. یک جهان تشکر. شما گفتین که مدل هستین درست؟ بله. ما مدل خود هنوز نتونستیم ببینیم، شما چطور میتونین مدلن کنین؟ باز میخواین ببینین چون اینجا سخوب است دیگه. من ایفا ببینن دوستا میخواین ببینن. اوکی باشین ما مدل هستم که رول مدل هستم برای زنای افغانستان. نه ایفا مرو میبینین آله ما کشاییم اگه دیده باشیم اتن. خوب باشی، باید سیف شوم. من فکر کنم